و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اذغانکم. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن لبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. که سوره تمام شده اش. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. افکار اشخاصی که فکورند دقت میکنن، گاهی به فکر فرو میرن، گاهی میبینن تعجبی جلو چشممونه. بچه و سنینی و بزرگ بشه و حالا چه پسر و چه دختر و جوانی و حالا زن میخواد و بعد چه و فلان و کار و شغل و چه و بعد سنای بالا و بعد پیر مردی و جوانی و کهولت و این لالو هم که هی مرگ میادش، مرگ که سب نمیکنه تا آخر، حالا آخر سر دیگه خود کهولت، خود پیرمردی، خودش اسمش یکی از اسم یکی از مریضیا پیرمردی. بنده خدا مرده بود، گفتن علتش چیه؟ گفت کهولت. خود کهولت هم اسم داره. بعدم تمام میشه دیگه. چند وقت پیش میگفتن مسن ترینش کره زمین هم 34 سال شد، گفتن اونم مرد. حالا هم کی مونده؟ در حالی که ما ایران 6000 سال تاریخ حکومتی داریم، حالا جاهای دیگه چه فلان، این همه بشر آمده و رو زمین نیستن دیگه، میرن. بعد میگه برای چی؟ چرا؟ بیا برو، باز دو مرتبه، باز دو مرتبه، هی تکرار، هی تکرار، که چی بشه؟ مثلا چه ثمر، به چه درد؟ گفتن که یکی از این دانشمندها، دانشمند فیزیک و اینا بود و از دانشمند های بزرگ بود، خانومش هم همینطور بود، هر دوشون استاد دانشمند، فارغ التحصیلی میداده به محصلینش هم خارج، گفته بوده اینا دیگه میرفتن سر شغل، دیگه میرفت آقای مهندس ها دیگه دارم، گفته بوده که تو سخنرانی حالا حال حوصله داشته در دل کرده، گفته که من اولی سری گفته که بشر امروز به زیربنای علوم دست پیدا کرده، قدرت بخار کشف شده، نمچیشی کشف شده، اتم کشف شده، الکتریسیته کشف شده، اینا که زیربنای پیشرفت هاست. حالا ادعا کرده که ما دیگه مثلا خیلی الان پیشرفت کردیم، اینا با اینکه حالا خیلی مونده، حالا هی کشف داره میشه. قضیه مال 70 80 سال پیش. بعد گفته بوده که یه چیز خیلی فکر منو میگیره و خیلی فکر میکنم، حتی به زنم گفتم اونم نفهمیده. من بعضی وقتا فکر میکنم اصلا اینجا کجا؟ اینجا کره زمین کجاست اینجا؟ آقا یه کره نقطه است دارن دور خورشید، اونم داره تو میچرخه، این همه ستاره، این همه چی، تازه اینقدر زیاد، یعنی چه؟ که مثلا چی بشه که ما بیایم بریم بمیریم؟ تشک چی؟ چرا؟ ببینید یک کسی که زندگی بعد از مرگ بهش خبر داده نشده باشه، ایمان نداشته باشه، یا اگرم خبر داده قبول نکرده، خیلی دنیا مجهول میشه براش. خیلی این که چی من فردا یه هم ببیرم؟ خب بعض وقتی مرگم میاد دیگه، این زحمت ها چی میشه؟ اصلا چرا خوب آدمی باشم؟ پس چرا کیف نکنم؟ چرا مثلا مالم به مردم بدم، خودم بخورم؟ اخه وقتی پایانی پشتش چیزی نباشه، چراها شروع میشه. شما پولی که میدید خدا دید، تو پروندم ضبط شد، قیامت ثوابم میدن، بهشت ابد دارم، خب اینا یه فکرهاییست که انگیزه میشه خودش. ولی وقتی اینا کسی نداشته باشه، پایان دنیا رو، پایان کار ببینه، انگیزام از دست میره. آقا بر چی بدم به خودم بخورم؟ اصلا کار خیر چرا بکنم؟ بذار حالا که جوانم هر شهوتی هر خوش چی خوشم میاد بکن، بعد چه و و و پشتی نداره، این چیزی پشتش نمیبینه. بله به این دیدگاه که نگاه کنیم که اینا من درسته، خوب زندگی دنیا همینه، تشم مرگه، بعدم خاک میشن، اینی که داریم میبینیم تو پشتش که دیگه ما نمیبینیم، که پشتش خبری است که از انبیا باور کردیم. پیغمبرا آمدن اتفاقا دو جورم نگفتن، همشون این تیکر یه جور گفتن، گفتن بعد از مرگ عالم برزخ رو دارید و بعد قیامت میشه، همه همه همه، حتی یه دونه هم استثنا نداره نگفته باشه، پرونده هاتون بررسی میشه و بهشت ابد اون دلخواهتون که میتون یا دنبالش میچرخید. مثلا شاهای دنیا شیفته بودن فقط شاه باشه، شاهی خیلی لذت داره،
گفتن آقا هر کس تو بهشت خودش شاه هست تا نشوخی شاه شامل چی بوده؟ همون کس شهنشاه و قدر قدرت و همه حرفه که میخوای من انقدر بهشت هر کس بزرگه که هیچ وقت آخرش رو تا پیدا نمیکنه. تو دنیا شما مالک کل دنیا هم که باشی 24 ساعت دوتا میشه میری به فکر این کره ها رو بگیری. اونجا انقدر بهشت هر کس بزرگه به بهشت بقیه هم کار نده. انقدر خلمان خدمه ملائکه انقدر تشریفات اون شاهی که اینجا آرزو داشتند و پدرشون هم در میاد اونجا همیشه هستش هم ملوک بهشت و و و جوون باشن بله شهوت همه جور اکل و شرب هر چی میخوای اونجا هست تو معنویات هر جوری بشر این ایده داره برای ابد اونجا بهت داده میشه. شاه دنیا رو وقت تصور میکردن ترور میشن یا از دستشون گرفته میشه یا چه چقدر وحشت میکردن. دو تا چیز خیلی وحشت داره تو دنیا، یکی اصل زندگی رو از آدم بگیرن همجوری کس بگیرن خونه تو پول تو میز تو هرچی، یکی نه اینا باشه مریض بشی ناتوان بشی کور بشی رال بشی اینا. اول در بهش این دوتا رو خیالتون راحت میکنن ادخلوها به سلام آمنین، اینجا دائما سالمید هیچ تروری نیست هیچ به هم ریختنی نیست امن امن. این دوتا که تو دنیا به درصد تمام بودجه های دنیا یعنی حدود 90 خورده درصد مملکت ها صرف این دوتا خطر میکنن، یکی امنیت به هم نخوره یکی سلامتی های مردم ها یا خودشون یا مردم ها بهداری و فلان خود چاره نیست خود ترسیم. اونجا هر دور میگه این چیز خبیم اینجا دائما سالمی نه تروری هیچ خبری تو تا من خدام شما اینجا که همیشه هست. ببینه این دوتا اون رو انبیا برای ما خبر آوردند و اینجور دل خوش کردیم و باور کردیم و قرار باورش مایه گذاشتیم. من خودم شنیدم این حرف خیلی مهمه، حالا تا چقدر من هضم کنم چقدر شما ها هضم کنید. آقای خمینی فرمود من هر کاری بکنم برای بهشت میکنم. کاش میفهمیدیم عمق این حرفو. ایمانه بهشت ندیده رو قبول کرده، اینقدر پیغمبر رو قبول داره جونش وقتش مالش همه چیش رو برای این یؤمنون بالغیب بهش کس ندیده که هم خرف پیغمبر قبول مثل که میگن آب تو پوچک شلو کبابه اینقدر قبول داریم که حاضریم کتکاری هم بکنیم بریم برشه ولی حرفه رو قبول داریم همه چیمونه میذاریم. خب ایمانه دیگه، ایمانه به انبیا آوردن خود خدا مثلا بهش که من و شما با پیغمبرها درسته یعنی خود خدا انگیزه کرده که آقا میخوام اینجا بیارمت که تو شوق کنی ذوق کنی بیای دیگه. همه بشر اینجوریه که ما میخونه امر دوستم داره خودش خدا بهش رو میگه ان الله اشترى من المؤمنین بیشترین چیز تو جون و مالته دیگه اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه نرخ بهش نرخ بدنات و نرخ مالت خودش داره میده دیگه بدن خیلی دوست داره اهل بهشت هم از دوستانشن اولیاش هستن اصلا خانه کرامتشه خانه مهمانیشه نزولن من غفور رحیم پذیرایی های غفور رحیم تو بهشته خودش دوست داره رو انداخته. خب برو ولی اگر کسی اونو نبینه ببینید چقدر زندگی پوچ میشه خیلی براش وحشت میشه که چی مثلا برای چی اصلا برای چی من اصلا بچه هم دوستش رو میشه اگر مرگ رو میبینن مرگ وحشت میاره. شما چون پشت مرگ رو قبول داری وحشت نمی کنیم عالم برزخ رب الان اعمالش فلان اینا. شما الان این دیدگاه رو ببینید حیات دنیای منهای آخرت خب واقعا همینه. بعضی ها اومد خیلی شورش کردن توی دیگه کوچک کردن میگن دنیا همه هیچ کار دنیا و همه هیچ نه دیگه اینقدر شور نکن هیچیش بکن دیگه اگه خیلی هیچه فرشا و پولا بریز در خون ما برو نه اونجور هم یه ها شدا نکن همین که هست خود پیغمبر ها بهترین روش رو دادن به ما اینا که قبول داشتن همه حرفا رو نه مال تو گفتن ضایع نکن وقت تو ضایع نکن استفاده بکن انفاق بکن هر زدی شبا میرم در خونه ها چی کام کرد پول میبرد میداد هیزم میبرد میداد قضا میاد خب داره بهره‌وری از همه دنیا میکنه برای آخرت نداشت که کام کرد بری در خونه فقیره رو بزنه بگو ببخشید من هم مثل خودتم حالا تو چیزی نداری به من بدی یا اینو فایده من یه چیزی داشته باشی این رو وقت کنم هم دنیا داره بهره بره میشه ازش و و و به من یاد دادن دنیا رو چگونه تحصیل کنه چگونه باش عمل کنید اون صحیحشه نه اینکه حالا هیچ و هیچ هم که حرف غلطیه.
ولی اصل دنیا رو اگر دقت کنید دو جور زندگی رو میبینید. اینی که پایانش هیچی میشه حق داریم اسمش رو بگم بازی، حق داریم. این بچه کوچیکا رو شما نه الان بزرگ شده شما نه برید ولی کارشون نداشته باشید، نگاهشون کنید دارن بازی میکنن اونجا، حالا هر جایی تو اتاق یا تو دهان بفتن تو کوچه ها یا هر جا، اون چرا سرگرمی این بازیان اینقدر برای اینکه مثلا من بردم تو باختی اینا من چی شدم اون چه خبر، ولی غروب که میشه فکر میکنن حالا به هم برسه. دنیا همینطوره، همه ایناش بازیه، چون آخر میریم هیچ خبری نیست. اون آخر نه حکومتی است که اصلا رئیس جمهور بخواد، نه اصلا خونه است که سکنه بخواد، نه زنی است که شوهر بخواد، نه شوهر چی خبر داده خدا که این دنیا همه چی. یه وقتی میشه که خدا میفرماد لمن الملک اليوم، امروز ملک مال کیه؟ اصلا هیچ کسی جواب بده، خودش جواب میده الملک لله الواحد القهار. ما بچه بودیم اصلا 14 15 ساله از این پسر خاله اون الان جنسن حالا آی دکتر عاملی نیستش، حالا خونه خالم یاده به اون اتاق بالایی رو اجاره کرده بودیم، اتاق میرفت تو پشت بونه که جلو بودش. حالا تو وقت نبود کولر و مولر رو وقتا نبودم، تابستون ها رو خوب گرم بود، نبود پشت بونه چادر چیزم پشه بند میزدن، چهار پنج تا خانواده بود پشت بونه، قد یه جا نداشت به ما دیگه نوبت نمیرسید، ما ناچار تو هم اتاق میخوابیدیم چون آقا زن و بچه بودن دیگه ما نمیرفتیم. ولی یواش یواش که میگذشت تابستون، هوا هم سرد میشد، هم گاهی بارون یهو نمیزد، یواش یواش که یهو میدویدم پایین، هر بارون کم میومد ولی خب اینجور هم میشد گاهی، عجله میکرد میریخ پایین تو حیات که خیس نشه بوده بره بردار. خلاصه این آخرا یواش یواش این رفتن هی هوا سرد شد و هی چی رفت، یه شب رفتن پشت بودم هیچ کسی، گفتم لمن الملک اليوم، امروز کسی دیگه الملک لله الواحد. بله خب دنیا همطوری هی هم میره. بفرماد و ازل اشار اطلت، اونا اشار به یک شطور ده ماه خیلی عزیز بود برای عرب، اصلا کسی نیست برسه بهش، اصلا کسی نگاش بکنه، همه چی هم رفت، جبال سیرت بهار فجرت، همه چی دنیا. پس این دنیایی که تش اینجوریه، اینی که شما میبینید الان خونه داریم، ما شب رفتیم مهمونی، حالا بیا این بچه کوچیکا دیدید مهمونی میگیرن تو خونه ها با هم، اون میره خونه اینا، ما هم همینطوره، ما تا ما در خود جرب بالاتر است دیگه، رسست خونه است. ولی این هم بازی است در مقابل فکر بالاتر، حالا این که تمام میشه حالا اینجوری است، حتی انبیا یادمون دادن خوبه قبوله، ولی بعضی جاها که اصلا بازی هم نداره، لهو یعنی چیزی نداره، یعنی بیهوده است. زندگی های ما اوناست که سیستم داره لعبه، بی سیستم هاش که داریم هم هم به خودش در وقت طرف کرد یا رفته خودش هم چیزی نداره، حرف شرا برم مثلا چه، این همه لحوه، لحو یعنی مش دارم میدونه بله نه حالا لذت داشته باشه، سیستم دار نیست، یعنی مثلا به خود بودم مثلا آقای لغو مهرزون مثلا هم لغو و لحو و اینا داریم تو زندگی ها، از این چیز هم هستش، از این دو ردیف بیشتر نیست، اونایش که خیلی تو بهش اهمیت میده لعبه بازی، آخه سیستم داره، اول داره وسط داره آخر داره برنده داره بازنده داره لعبه. اونایش که دیگه وسط هاش که چه بی سمرم هست که هست تو زندگی، از این چیزام هست اونا لعبه. اصلا زندگی همش همینه، علتش هم تمام شدنشه، علتش هم اینه که هیچی دنبالش نیست، ولی اگر این قبوله که لعب و لعبه خدا هم خلق کرده اینطور، اینم بد نیست، الان اون بداشو گفتن تو فقه ما حراماشو اینا، ولی چگونه بکنیم با این زندگی بیشتر از ارزشی که داره ارزش براش قائل نشیم، همون مقدار ارزشی که داره اینقدر ارزش قائل نشیم که به خاطر پول بیام نافرمانی خدا رو بکنیم، حق مردمو ندیم، زکات ندیم، خمس ندیم، دروغ بگم برای تحصیلش، این دیگه خیلی گمراهیه که چیز اینجوری به رفتنی رو مثلا خراب کنه. دنیای اینطوری رو براش مثلا اینطور وقت گناهی تو پرونده نره، وقتی جرمی درست نکنیم تو انقریب تمام میشه، میریم انقریب همه منون طرف، بیش از اینی که هست براش ارزش قائل نشیم و ببینیم معصومین چیکار بکردن، رهبرامون همون جوری باش برخورد کنیم. حضرت امام حسین میفرمان که و این تکون دنیا و این تکون دنیا تو عد و نفیستن
درست دنیا وقتی می نشینید قیمت دار حساب میشه، شمرده میشه، آخونت چند، آرد باست چند، اسبت چند، حال هرچی قیمتی نفیسه. فدار و ثواب الله اعلا و انبلو. اما یادت باشه اونجا که خداوند عجب به کارهات میده که بهشته، او اعلای از دنیاست، او انبله، او بالاتره، او پرقیمتره، اون نبال و ارزشش بیشتر از اینجاست. بهشت رو با دنیا مقایسه، بهشت با اینجا، اون به اون به اون دل به من درست نفیس، ولی حالا کدوم نفیس؟ و این تکون لاموال ترک جمع ها، همه هر چی مال دارن میذارن میرن، همه میرن که میبرندشون، روحشون رو ببرن. حالا که بناز همه مال رو بذاری بری، فما بال متروکن به هل هر رو یبخلو. انسان آزاد مرد اونی که بخل کرده و نداده که اونجا ذخیره بکنه، بعد اونجا حسرت میخوره که خوبی خوری برای خودم. حضرت علی میفرماد این مالی که الان پلو توه، تو چه بخوای چه نخوای، دو تا شریک دیگه هم داری، نخوا هستش. یکی حوادثه، یا آتش سوزی میشه، ببین امروز ما اومدیم لامپ رو به من شکست، لامپ خوب بود، حوادث، حالا این چیز کوچولو یا ماشینه یا میفته تو در. گفتن چرا افتاده تو دره؟ گفتش که هی جاده پیچید، ما پیچیدیم، ولی یه جا ما پیچیدیم جاده نپیچید. خب میشه دیگه، حوادث اموال یکم شده وارثه، دو روز دیگه نیستی، دیگران مالشونه. بعد میفهمد پس خود دیگه از سه تا هستی، سعی کن سهمت از اونا کمتر نشه، زندگی کن دیگه، نزد سهم اونا بیشتر است. چیکارش کنم؟ بده به خدا برات نگه داره. یه بند خدا میگفتش که آقایی، حالا بگم اسمشون بد بشه، محسن از من محسن تر، گفتش که پدر بزرگ ما این قضیه مال خیلی وقت پیشه، گوی این قبا داشت سابقا، مثل این مده ها جدی لباس ها اینجور بود، یواش بعد تبدیل شد. گفتش که این یه مثلا وقت پولای شای بود، یه شای و دو شای و اون پولا اونجور. گفتش که بازی میکردیم، میدادیم، میگفتیم بابا جون بابا جون این پول نگه دار برای ما، یعنی تو بازی وقت گم نشه. میگفتش که پولی که دستمون بود مثلا 10 شای بود، ولی میگفتیم که این 2000 برای ما نگه دار. گفت این عادتا نگاه نمیکرد، میگره میذاش جیبش، گفت از این ما استفاده میکردیم. گفت 10 دقیقه 2000 بده، میگفت چون پول تو جیبش زیاد بود در مورد نگاه میکرد میداد. میگفت ما کلی کاستم بودیم با این که این اینا خودش یک کاسی بیام او قدر نمی کرد که بفهمه. حالا مثلا ببینید، حالا یاد اون خدا حالا که بناس میگه فرماد که همشو بذاریم بریم، پس تو اونه که ندادی سهم خودت، بده به خدا برات حفظ میکنه. همون یک خدا میگه ها، همونه که دستورات شرع رضای خداست، بله به محض اینکه بره اون طرف میدم بهت، همش هم مال خودته دیگه. عمرت، جوانی، هرچی هرچی که این صرف لعب و لهو خالی نشه. دنیا اینجوریست، بذاری استفاده نکنی بعد حسرت میخوری. و این تکن الابدان و للموت انشعت، حالا که بناس تمام این بدنا بمیره و حتما هم میمیره هرکی میخوای باشه. فقتل امرئن بالسیف فی الله افضلو، پس بذار تیکه تیکه بشه در راه خدا که کاسبی باش بکنیم. مرگ که شهادت که عمر کم نمیکنه به وقت خودشه، اینم که میمیره خب سالم بره. یه بنده خدا داشت سیگار میکشید، اون بهش گفتش که سیگار نکش برای شوش تو اینا. گفت من نمیام شوش سالمو ببرم اون زیر دست این مارا بدم. یعنی حالا که اون زیر بخوام مارا بدم شوش هم ناسالم باشه. بله خب میرم اون زیر دیگه. حالا پس حالا پس بذاری کاسه بیام با این بکنم. ببین چه مطلبی است. و ان تکن الاموات ابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسيف الله افضل. یکی دیگه هم از چهار تا بود نگونم یادم بیاد، نصیحت هایی است که استفاده بکنیم. و ان تؤمنوا و تتقوا، چه جور نجات پیدا کنیم؟ ایمان بیارید، فرمانا رو ببرید، یؤتکم اجورکم، تمام اجر منعقد میشه براتون، دنیاتون بهترین میشه، آخرت هم مزداتون رو میگیرید. ولا یسألکم اموالکم،
یه مطلبی که همیشه از اول تأسیس این حکومت تا آخر همینطور هست، همین جا بوده، حتی پیغمبرم که آمده بود این مطلب بود. حکومت که نمیاد شاه بره مثلا بیل بزنه، آهنگری کنه، در بیاره، خرج مردم کنه، مردم بگیره خرج، همش درگیر میکنن که این الان نیاد مالیات بگیره، نیاد پول بگیره، خود به زور میگرفتن. این مطلب تو همه جا بوده و میگرفتن، در همیشه این مشکلات تو همه جا بوده. منتها ناراحتی بود که با الان میگیره خرج کنه، الان میگرفت خرج مثلا شهروندان خودش میکرد، مشکلات اونجوری شروع میشد. یه کسی بگه آه همه جای دنیا مالیات میگیرید خرج خود مردم بکنید، خب وقتی میبینن برمیگرده حرفی ندارن. اما اگه بره خلاف اون خواسته ها بشه، من حالا خوشگذرانی رو فلان اون دیگه، خب بعد ناراحتی های مردم. پیغمبر هم که تشریف آورده بودن، این اول خب من برای رسالتم که بول از شما نمیگیرم، بعدم اموال خدیجه هم که خرج کرد بنده خدا، مال زیادی بود. بعدم پیغمبر واقعا اینجوری بودش که میدونستن، حتی ابوذر گفتش به عثمان، گفت ببینید عثمان خوب دیدید شرارت کرده، پولا داد به بنی امیه، این به اون داد، همه پول و ریاست همه رو میداد به قوم خشاش، آخرش تمام رجال مملکت که اسلام جمع شدن کشته. حالا آخر به من بدید که خب خب که حالا مال دوزیه، خب این سهم نمیداد، همش برای بنی امیه. چرا علت این بود که مردم درگیری کردن. بله حالا پیغمبر خودش اومد ابوذر ناراحتی میکرد که آقا چرا اینجوری عمل میکنی، چرا مثلا پولار میدی بنامیه، چرا نمیکنی. و بعد اون شرارت کرده که اول احبار گفتش که نه این خلیفه سرکار رو میخواد بکنه، که اون گفت خفه شو، تو یهودی هستی، ما پلو پیغمبر بودیم. بعد گفت عثمان یادت، من بودم، تو بودی، علی بود، ابوبکر بود، عمر بود، چند تا شب رفتیم با پیغمبر کار داشتیم، به قدری ناراحت بود که جرأت نکردیم حرفمون رو بزنیم و نمیدونستیم چرا انقدر ایشون ناراحته، اصلا ول کردیم رفتیم، انقدر ناراحت بود. خدا رحمتشون کنه. شنیدم مرحوم امام اولین موشک خورد به مناطق مسکونی، رفته بودن به عجله که بگن چیکار کنیم، خیلی ناراحت بودن، خیلی من انقدر ناراحت بود نشد اون شب با شرط بزن فردا اومدن. حالا آخه دارم دیگه شرارت دارم، خواهد مسکونی بزن، حالا چی بکنیم با این کار. گفتش که خیلی ناراحت بود، نشد حرف بزنیم، ولی فردا که رفتیم دیگه نه ناراحت نیستیم. حالا رومون شد، گفتیم برای رسول الله دیشب شما چتون بود؟ فرمود 4 درهم پول پلو مونده بود، مصرف پیدا نکرده بودم، مصرف های کس میترسیدن امشب بمیرم وبالش گردنم باشه. گفت عثمان تو چی میگه اختیار دارم؟ چه پیغمبر مصرف نداشته نبوده؟ خب دور که نمیشه بریزه، ناراحته که شب بمیره، تو همجور اختیار که مخوم تبیدش کرد به ربزه و از این حرفا. ببینیم ایشون میگه که من همین حرفا میزنه، لا یسلکم اموالکم، این که اون حکومتی نیست که بیاد صبح بیفته تو خونه ها بگینه بدون بده. خب چیزی هستون که نمیخواد، میبینیدم که هرچی هستون نیست میده به شما. ها میدیدن رساسی ها واقعا میدیدن. اما یه مطلب روانی پشتش گفته میشه، اون مطلب مهمه، ان یسلکم ها فیحفکم تبخلو، مسائل مالی که بیاد وسط دیگه عبوس میشه چهره ها، شروع میکنید به اینکه ندید ندادن. و یا خرج از غانکم، کینه هایی که تا حالا بروز نمی کرده حالا به خاطر اینکه پول هم نده اونا رو میکنه. طرف با خالش چیزی نداره، مثل کافی نه خاله جونم بگیره. یه مواردی پیش اومده، الان خاله لنگ روانن هم میچون کنم تو داری بده، یه جوری شده که مخصوصا اگه تلفنی کسی بیاد حالا پول هم نمیخواد بده، فیحفکم تبخلو، بخل میاد. حالا نه بابا خالگی برای ما نکده، اصلا ما بچه بودیم رامون ندار شده. اون کینه ها حالا رو میشه، کینه ها مقدر پوله رو نده. یو خرج از غا نکن، مسائل مالی که بیاد وسط بله حرف ها پشتش کنه نده، بخله. اون میخواد حالا برای خودش دلایل بیاره که من چرا وسن چه نمیکنم، حالا یا دروغ یا راست، حالا بیشتر حالا از زغن و کینه ها گاهی منشه هم داشته گاهی هم را بی منشه. ها انتم ها اولای تو اون لتنفق و فی سبیل الله، خب بله ما که میخوایم از تون که برای در راه خدا تو انفاق کنید، ولی شما دو دسته اید، من کن من یبخل، بعضی رو نمی کنم، ولی اینو بدونید من یبخل فانما یبخل و عن نفسه، خودت ضرر میکنی، خودت بیچاره میشه. این کتاب وحی آسمان خبر داده که بدید در راه خدا و الا میکشندتون. آیه شو دیدید؟ و انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه،
این قیام ها و انقلاب ها و کشت کشتار ها و فامیلی و اینا پول را نداده اینجور شده. اون که خدا راضی بوده نکرد، دست به جیب باش، اون که خدا میگه البته نکرد. حالا چه واجبات چه مستحبات فی سبیل الله طرفدار پیدا میکنه، دشمنم پیدا نمیکنه. نه اگه نکنید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه نمیاد بگه کینه ها کجاست، ولی میگه مرگ بر سرمایه دار. آتش هم چیکار کرده؟ هیچ، این بچه رو نیورده من بده به اینجوری میشه. فمنکم من یبخل فانه یبخل عن نفسه، همش ضرر به خودت میخوره. و الله الغنی و انتم الفقرا، اصلش اینه که خدا غنیه، شما دائما نیاز دارید. و ان تتولوا، اگرم بخواید در این مسائل عمل نکنید و همونجوری بمونید، خداوند قومی رو میاره که خبر دادن از اصحاب امام عصر، اونا رو مثال میزنن، گاهی ایرانی ها که بعد آمدن به واقعا دینداری کردن. غیرکم، این غیرکم این عرب نیست. یه روزی امام صادق فرمودن که خبر خوبی برای عرب ها ندارن، مثل این که مشتری ها اون روز اینا که نشسته بودن همه عرب بودن، فرمودن خبر خوبی براتون ندارم، تمام یاران فرزندم مهدی یه دونش عرب نیست از 313، همش غیر عرب. اینا رجال اون انقلاب اصلی که دنیا رو میخوام بگیرن، فرمود یه دونش عرب نیست، فرمود خبر خوبی براتون ندارم. حالا چه جور بوده چی بوده؟ یه جام که فرمودن تو سوره شعرا امام صادق فرمود تا ابدیت خدا آبروی عربا رو برد. اینم آیش، سوره شعرا رو بیارید، من شمارش رو میگم. آیش، این خداست، خدا غیر ما هست، یه جوش آورده یه چیزی گفته حالا غلط فرم، حق هر چیب نازل بشه همین حقایقیست که تا به ابد همینطوره. ببین آیه 200 سوره شعرا، 200 دویست که رونده دیگه، صفحه 375 آیه 200. من از 198، یعنی اونجا که نوشته 197 میخونم. ولو نزلناه على بعض الاعجمین، صفحه 375، اگر ما این قرآن رو بر بعض غیر عرب نازل می، اعجم یعنی غیر عرب، بر بعض انگلیسی ها، ژاپنی ها، ایرانی ها، ترک ها، خلاص عرب نباشه، اعجم این غیر عرب، قرآن زیر نویسم نوشته غیر عرب، اگر این قرآن رو کتاب آسمانیمون رو بر اعجمین نازل میکردیم، فقرعه علیهم، اون رسول ما بر اون مردم میخوند، ما کانو به مؤمنین، این عربا بر ابد ایمان نمیورد، ما کانو دیمومیت، اینقدر متعصبن، اینقدر متکبرن، خرن، چون عرب نیست نمیورد، تعصب. فرمودین عصبیت عرب آبروشون رو برای همیشه برد، اینا ایمان نمی آورده که چرا عربی نیستش. کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، این عصبیت ها رو ما همینطور تو قلوب مجرمین همینطور ردیف تو خلقت داشتیم. لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالم، ایمان نمی آوردن تا برن جهنم. این عصبیت عرب، 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 این بدبختی ها ببین چه بازی در میاره. فرمودی آبرورشون نذاشت، ما کانو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Oh, no.